به نام خدا و سلام. امروز پنج شنبه پنجم اسفند، همراه ما باشید با گزیده مهمترین اخبار اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان در هفته ای که گذشت. 36 جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. در این جلسه گزارشی از نمایشگاه اکسپوی دبی ارائه گردید. 2. نشست بررسی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری اصفهان و لاهور پاکستان با حضور چند تن از اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و رئیس اتاق بازرگانی لاهور برگزار شد. 3. دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران و کنسول قرقیزستان در دیدار با نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص نحوه گسترش همکاری این کشورها با اصفهان بحث و تبادل نظر نمودند. 4. 11 نشست کمیسیون گردشگری صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی اصفهان به آسیب شناسی نقاط ضعف نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران و ارائه راهکارها و پیشنهادات بهینه به منظور استفاده از غرفه موجود در راستای بازاریابی، برندینگ و تبلیغات برای استان اصفهان اختصاص یافت. 5. کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان اولین جلسه میز تخصصی تجارت با کشور غنا را برگزار کرد. 6. مراسم افتتاحیه دفتر دائم انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان همزمان با اختتامیه نمایشگاه تجهیزات پزشکی با حضور هیئت مدیره انجمن، معاون امور اقتصادی نمایشگاه و مدیر واحد خدمات به اعضا، تشکل‌ها و امور دفاتر منطقه‌ای اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 7. در مراسم 6 دوره اعطای نشان و تندیس کارآفرینی امین الضرب که در تالار وحدت برگزار شد، فضل‌الله جواهری عضو اتاق بازرگانی اصفهان و رئیس شورای راهبردی دفتر نمایندگی خانسار، چادگان، فریدن، فریدونشهر، بوئین و میاندشت تندیس و نشان امین الضرب را دریافت کرد. 8. همت آلودگی هوا ذیل شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان با برگزاری جلسات متعدد و کسب نقطه نظرات متخصصان و صاحب نظران وضعیت صنایع آلاینده استان را بررسی کرده و اولین بسته تصمیم ساز کنترل آلودگی هوا را در راستای بهبود وضعیت موجود تدوین کرد. 9. افتتاحیه دوره دوم رویداد تارگت به صورت مجازی برگزار شد. شرکت کنندگان در این دوره در سه بخش تحقیقات بازار کالاهای صنعتی، فروش میدانی و برندینگ آموزش خواهند دید. 10. سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه در راستای جذب دانشجو برای دپارتمان همیاران اقدام به برگزاری جلسات مصاحبه تخصصی نمود. 11. هفته اول مصاحبه تربیت مدرس کارآفرینی برگزار شد. در این دوره دانش‌پژوهان پس از گذراندن بیش از 120 ساعت آموزش مهارت‌های عمومی کارآفرینی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند. نفرات برگزیده این آزمون امکان ورود به دوره تخصصی خواهند داشت. 12. کارگاه آموزشی اصول بازاریابی ویژه 3 دوره توانمندسازی کسب و تور به ایستگاه 8 رسید. همچنین مرکز تخصصی کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان نشست 4 رویداد منتورینگ توسعه فردی و سازمانی با محوریت کسب و کار شخصی و کارگاه آموزشی فن بیان و زبان بدن جهت ارائه تدکس را نیز برگزار کرد. 13. اتاق بازرگانی اصفهان دور همی 12 چهارشنبه‌های کارآفرینی با حضور مدیر محصول اپلیکیشن دیوار، 68 رویداد گردشگری صنعتی و 26 و 27 رویداد گردشگری صنعتی ویژه دانش آموزان را در این هفته برگزار کرد. با تشکر از همراهی شما و خدا نگهدار.